در آستانه سالروز شهادت حضرت زینب سلام الله علیها جمعی از زائران از کشورهای مختلف به سوریه مشرف شدند و دسته های عزاداری از اوایل خیابان زینبیه به سوی حرم عمه سادات حرکت می کنند در سالهای گذشته به دلیل نبود امنیت حرم های سوریه قریب بود و کمتر کسی امکان تشرف و حرم عمه سادات را داشت که از سال ۹۷ پس از نابودی داعش امنیت در سوریه برقرار و پس از مدتی تشرف زائران کشورهای مختلف به حرم های حضرت زینب و رقعی سلام و لله ما آغاز شد. بر اساس گزارش متولیان حرم حضرت زینب سلام و لله ها علاوه بر زائران سوری زائرانی از کشورهای ایران، عراق، لبنان، عمان، بهرین، امارات، کویت، آذربایجان، پاکستان و هند در آستانه سالروز شهادت حضرت زینب سلام الله در این کشور حضور دارند و خود را برای برپایی مراسم ازاداری این بانوی اسلام آماده می کنند. سید عارف نصرالله، مسئول روابط عمومی دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله لزما سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا نیز چند روز قبل عازم شهر مقدس سوریه شد تا برخی هماهنگی‌های های لازم برای برپایی موکب های خدماتی به زائران حضرت زینب کبری سلام الله علیها را انجام دهد نیمه ماه رجب سالروز شهادت حضرت زینب سلام و لعله است که به گفته متولیان عطبه زینبیه تعداد زائران عراقی مشرف شده به سوریه نسبت به زائران سایر کشورها بیشتر است این امر در حالی است که در طول هفته بیش از 20 پرواز از عراق به سوریه انجام می شود و زائران عراقی به راحتی می توانند به این سفر معنوی مشرف شوند اما در ایران فقط در هفته یک پرواز برای اعزام زائران به دمشق وجود دارد که آن هم فقط از مشهد است.